خیلی مخلصیم، خیلی شاکریم، اومدم با پدر گواردیولا. همینجوریش هم اسم سخت رو مخ این گواردیولا. خلاصه آقا اینکه این سریال هنوز شروع نشده، ولی من میخوام یه جور حواشی در واقع از قبل از اینکه اصلا سریال منتشر بشه بهتون بگم. سریال نواشی خانگی پدر گواردیولا که جنجال ترین خبرهای سال 1400 بود و کماکانم هست. حتما براتون سوال میشه چرا این سریال جنجالی خطاب میکنم. با من باشه تا دلیلشو براتون بگم. سریال پدر گواردیولا به کارگردانی سعید نعمت‌الله در ژانر اجتماعی و در حال ساخت و اصلا دلیل این که اومدم خبر شده میگم که مراحل ساختش تموم شده است و دیگه کم کم میخواد بیاد و گفتم این سریال خفن و زودتر هر کسی دیگه آمارشو بهتون بدم. آقای نعمت‌الله کارگردان و پشتکار بسیار با سابقه سینما ایران به حساب میاد. از نمونه کارهای او میتونم به آثاری مثل برادر جان، عقیق، پشت بام تهران، مدینه و زیر پای مادر اشاره کنم. شاید مرجع جالب باشه که بدونی که سعید نعمت‌الله فیلمنامه این سریال رو خودش نوشته و در حال حاضر هم به فیلم برداری اون مشغوله. جواد نوروزبیگی هم به عنوان تهیه کننده در حال ساخت سریال پدر گواردیولاست و از عوامل دیگه سازنده این سری خبر زیادی ندارم و بیشتر شایعه است تا خبر، واسه همینم هم خیلی سراغش نمیرم. ولی بازیگراش همه مشهور، همه خفن، همه بالا. این سریال به دلیل داشتن بازیگرای مطرح جزو جنجال‌ترین خبرها شد. اصلا نقطه عطف ماجرای این سریال همینه. اسما رو میگم براتون اسما برسه. مهران مدیری، عالی جناب سینمای ایران، حمید فرخ‌نژاد و آرش عدپرور یا همون آرش ای پی، ستاره اسکندری، علیرضا خمسه، امین مهدی جوله، علی اوجی، سیامک سفری. آقا دهنم کف کرد. خلاصه بازیگرای مشهور کم نداره که اینا نصفش که من بهشون اشاره کردم. این سریال به احتمال زیاد جز پربیننده ترین آثار سال 1401 قرار میگیره مطمئن. اما بریم سراغ دستمزد تا ببینیم بازیگرای این سریال در واقع چقدر میخوان بگیرن. دستمزد نجومی بازیگر سریال پدر گواردیولا سرتیز خبرها قبلا شده. من میخوام ریستر بگم و دقیقا مبلغ رو اشاره کنم. پرداخته دستمزد هنگفت بازیگر این سریال حاشیه ساز شد و با توجه به پیشبینی‌ها حدود 50 میلیارد تومان برای این سریال هزینه خواهد شد. با توجه به شایعات آقای مهران مدیری حدود 5.5 میلیارد تومان دستمزد گرفته که کم هم نیست الحق و بالنصاب. وجود گرانترین بازیگر این سریال مفهوم شد. از دیگر بازیگرایم میتون با آرش عدپرور یا همون آرش اپی که حدود 2 میلیارد دستمزد گرفته. والا واسش هم زیاده. حمید فرخ‌نژاد هم یکی از گرانترین بازیگرای این سریال بعد از آقای مهران مدیری حدود 4 میلیارد تومان دستمزد گرفته. لازم به ذکره که حضور خانم فاطمه معتمدداریایی که از شایعات سریال پدر گواردیولاست، ایشون هم در فضای مجازی این خبر رو تکذیب کردن و بیان کردن قرار نیست در این سریال بازی کنن. حالا یهو سرزده بیاد خدا میدونه. خلاصه اینکه سریال خوب، فکر میکنم پرفروش، پربازیگر و پرحاشیه‌ای سینما و سریال 1401 خواهد بود. به گمونم ارزش دیدن داره، اصلا حتما ارزش دیدن داره. خلاصه اگه اهل فیلم و سریالید حتما پیج رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشم بزنید و با کامنتاتون منو خوشحال کنید. تا اینجاشم که با من بودید، دم همگیتون گرم. تا بعد، خدا نگهدار.